برای بررسی نگاه بریتانیا به نشست گروه 8 گفتگویی داریم با آقای بری مارستن، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه بریتانیا. آقای مارستن درود به شما. آخرین خبری که شما از بیانیه وزیران خارجه گروه 8 دارید چیست؟ هدف از این بیانیه چیست که در رویترز هم به اون اشاره کرده؟ آیا تحت فشار گذاشتن ایران برای پذیرش مبادله سوخت یا فقط قصد افزایش تحریم هاست؟ اولا اختیار تحریم های بیشتر اختیار خود ایران هست، به دلیل عدم آمادگی ایران در جریان 6 ماه گذشته برای برگشتن به میز مذاکره و رسیدن به راه حل دیپلماتیک و صلح‌آمیز به این مسئله. یعنی علی‌رغم این تلاش ها برای ارائه پیشنهادهای مختلف و برای اجرای مذاکرات جدی بین گروه 5 علاوه 1 و ایران، همه این تلاش ها به بن‌بست رسیده به دلیل رد کردن ایران به مذاکره درباره این مسائل. به این دلیل این گزینه خود ایران هست که ضروری هست که جامعه جهانی به تحریم های بیشتر متوسل کند، ولی هدف نهایی ما فقط به خود تحریم های بیشتر نیست. تحریم ها فقط وسیله برای برگرداندن ایران به میز مذاکره برای حل و فصل این مسئله، یعنی در دراز مدت یا در کوتاه مدت تنها وسیله برای حل و فصل این مسئله میز مذاکره هست. آقای مارستن، دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا که الان هم در کانادا در اتاوا هست، در مقاله پیش از این نشست در هرالد تریبیون از ایشون منتشر شده اشاره میکنه که جامعه جهانی و غرب با یک ایران واحد روبرو نیست و تاکید میکنه بر اشتباهاتی که بریتانیا و غرب و ایران انجام دادن تا نتیجه این شده که فضا برای مذاکره بسیار بغرنجتر از پیش شده. فکر میکنید آیا بریتانیا دلسرد شده از ادامه هر گونه مذاکره و نتیجه بخش بودن هر مذاکره با ایران؟ از یک سو ایران از فواید فراوان برخوردار باشد، یعنی مردم تحصیل کرده دارد، از منابع فراوان برخوردار کند، ولی در حال حاضر ایران از همه این فواید برخوردار نیست به دلیل انزوای بیشتر ایران. یعنی در حال حاضر ایران بالاترین سطح فرار مغزهار در جهان دارد. در حال حاضر ما محدودیت های روزافزونه علیه رسانه ها، علیه مردم و علیه حقوق بشر مشاهده کنیم. سطح سرمایه گذاری در ایران رو به کمتر است و شرکت های ایرانی دشواری های زیاد پیدا می کنند برای تجارت با کشورهای دیگر جهان. این به دلیل دشمنی بریتانیا یا کشورهای غربی نیست، بلکه فقط به دلیل رفتار خود دولت ایران که به نتیجه منظوری کردن خودش رسیده است. آقای مارستن، آقای میلیبند پیش از اجلاس گروه 8 به چین رفته بود، در این مقاله بهش اشاره میکنه. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده که چین نقش فعالتری بازی بکنه. آقای بریتانیا هم چنین برداشتی داره که چین در مذاکره بر سر تحریم جدید ایران نقش فعالتری بازی خواهد کرد؟ بله، یعنی در جریان این روزها واکنش های چین درباره این مسئله خیلی مثبت بوده و مرونت چین درباره مسئله تحریم ها و فشارهای بیشتر شد. یعنی همه کشورهای گروه 5 علاوه 1 متحد علیه ضرورت سیاست دو راه هستند، راه مذاکرات و راه فشارهای بیشتر. آقای مارستن، متاسفانه فرصت خیلی کوتاهی دارم، عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. آقای میلیبند در مقالهش اشاره میکنه که تحریم ها اگر به درستی علیه سپاه پاسداران اعمال بشه نتیجه بخش ممکنه باشه. به نظر میرسه در این مقاله آقای میلیبند بین مواضع رهبر جمهوری اسلامی و آقای احمدی نژاد و سپاه پاسداران یک خط فاصل میکشه. آیا چنین چیزی وجود داره؟ نگاه دوگانه‌ای وجود داره در ایران؟
به طور اصولی هدف نهایی ما به این فشارهای بیشتر تحریم‌های فلج کننده و گسترده علیه مردم ایران نیست، بلکه خیلی مهم هست که این تحریم‌های جدید فقط ضد نهادهای مرتبط به دولت و مرتبط به پرونده هسته‌ای است. در حال حاضر همه چیز روی میز مذاکره بین اعضای گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به بهترین راه حل برای افزایش فشارهای علیه دولت ایران هست. در حال حاضر زمان زود است برای پیش بینی بسته تحریم های جدید چطور خواهد بود، ولی همه این چیزها روی میز مذاکره برای رسیدن به فشارهای بیشتر به هدف برگشتن به میز مذاکره و حل و فصل این مسئله به طور صلح‌آمیز. تشکر میکنم از شما آقای بری مارستن، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه بریتانیا.